درود بر شما، به فراسوی هفتم مهر ماه خوش آمدید. در این برنامه از فراسو خواهید دید: جمهوری اسلامی، آغاز یک پایان. آیا نظر اروپا از حکومت اسلامی برگشته است؟ با ما در این برنامه همراه باشید. بارها در میان سخنان رهبر و مقام‌های حکومت اسلامی شنیده شده که نباید چه در امور سیاسی یا اجتماعی و دینی گامی به عقب نشست و تن به خواسته مردم و مخالفان داد. به عبارتی این شیوه از کشورداری در حکومت‌های خودکامه معنایش آن است که اولین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود. برای همین است که اغلب حکومت‌های دیکتاتوری هر گونه اصلاحی را آغاز فروپاشی خود می‌دانند، اما بیشتر حکومت‌های استبدادی در برابر مردم کشور خود چنان با مشت آهنین حکومت می‌کنند که در نهایت با خیزش عمومی به سیاه‌چال تاریخ سپرده می‌شوند. جمهوری اسلامی با ایدئولوژی شدیداً ارتجاعی خود نمونه یکی از خودکامگی در جهان است که با تمام قوای خود قصد دارد از نوع دوم باشد، چرا که فرض را بر این گذاشته که خواهد توانست برای همیشه مردم و جامعه را تحت کنترل خود داشته باشد، بی آنکه به طور مثال در مهمترین خواسته های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی امتیازی به مردم بدهد. اما این همه ی حرف نیست. رژیم در درون خود مدام با کابوس مرگ روبروست. همه نشانه ها و رفتارهای حکومتی بیانگر ترس از اتفاقی عظیم و ناگهانی در سطح جامعه علیه خود است. ایجاد پایگاه های بسیج محلات برای جاسوسی از زندگی مردم و کنترل اعتراض ها برای گسترش نیافتن شعله های خشم عموم در همین راستاست. به ویژه که رژیم یک نمونه تازه اما شدیداً ضد مردمی دیگر از اقدامات خود را نیز در چند روز گذشته به طور محرمانه به اجرا گذاشته است. وارد کردن 20 هزار قرص آنفولانزا از چین به صورت محرمانه و دور از چشم مردم و در اختیار خودی‌های رد اول نظام گذاشتن حکایت از دو نکته دارد. ابتدا اینکه حکومت تصور می‌کند اگر مقاماتش در برابر آنفولانزا و سپس کرونا آسیب ببینند، در واقع نظام آسیب می‌بیند و لااقل از جنبه روانی از قاطعیت سرکوبگری نظام کاسته می‌شود، چرا که حکومت از نظر سرکوب متکی به افرادی باورمند به ایدئولوژی نظام است و اگر از اینان کاسته شود حکومت امکان باز تولید آن را در خود نمی‌بیند. از سوی دیگر این اقدام حکومت نشان می‌دهد که رژیم اسلامی چقدر گردش مناسباتش مافیایی و ضد مردمی است. گفته سخنگوی دولت پس از افشای پخش محرمانه قرص‌ها در میان مقامات و خانواده‌های آنان از همین نگاه ضد مردمی نهادینه شده حکومت ناشی می‌شود که حرفش به این معناست که اگر مردم بمیرند چیزی اتفاق نمی‌افتد، اما حسن روحانی اگر بمیرد چرخ نظام و کشور لنگ می شود. گویی حسن روحانی در حال حاضر توانسته گشایشی در زندگی مردم ایجاد کند، اما معنای دیگر سخن او برای مقامات است نه مردم کشور. او می گوید اگر حتی آنفولانزا و کرونا به مرگ بسیار شدیدتر بیانجامد و مردم شورش کنند، ما برای انسجام و سرکوب مردم به فرماندهان نیاز داریم. بنابراین نه مردم بلکه خون مقام ها مهم است. این در حالی است که به گفته حریرچی معاون وزیر بهداشت تعداد مرگ کرونایی بی سابقه و خیلی بیشتر از حد نصاب های قبلی است و به طور متوسط هر 7 دقیقه یک نفر در کشور بر اثر کرونا فوت می شود. این حرف معاون وزیر کشور هم احتمالاً همه واقعیت درباره شرایط امروزی کشور در برابر کرونا نیست که اعضای رد بالای حکومتی را برای بقای خود جدا از مردم به تکاپو واداشته است. حکومت دارد خود را برای یک رو در روی کامل با مردم آماده می کند. به تعبیر درست‌تر این مردمند که دارن برای نبرد نهایی با حکومتی سراپا فاسد لحظه شماری می کنند. حکومتی که حتی در این شرایط بسیار سخت حاضر نیست ورود دارو را به آنان اعلام و علت توزیع در میان دایره اول حکومتی ها را اعلام کند.
رژیم میخواهد در برابر بیماری آنفولانزا که میتواند از پاییز خطر کرونا را از همینی که هست به مراتب بدتر کند، نیروهای خود را در موقع سرکوب علیه مردم به تنگ آمده حفظ کند. این فرصتی است که حکومت برای خود قائل است. اما میلیون ها نفر از مردم به روز سیاه افتاده در صورت حرکت به چیزی کمتر از نابودی کامل ریشه های تبعیض و نابرابری و حقارت در برابر یک مشت مقام های بیمسئولیت و بیدانش و فرهنگ نمی اندیشند. این همه ترسی است که سراپای نظام را فرا گرفته، اما برای مردم خیزش سراسری جهت تغییر بنیادی یک انتخاب نیست، یک ضرورت تاریخی است. اعدام ناگهانی قهرمان کشتی نوید افکاری توسط حکومت اسلامی بیش از پیش کشورهای جهان را متوجه نقض آشکار حقوق بشر در ایران کرده است. 47 کشور جهان که عموم آنها دولت‌های اروپایی هستند در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت سرکوب شدید مخالفان و نقض شدید حقوق انسانی و اعدام‌های متعدد در حکومت اسلامی را منزجر کننده خوانده‌اند. نماینده آلمان که بیانیه 47 کشور را در 45مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت کرد، به موارد مختلف سرکوب گسترده و نقض حقوق بشر و اعدام قهرمان کشتی نوید افکاری اشاره داشته است. در این بیانیه به موارد متعدد سرکوب معترضان خیابانی در ایران اشاره شده و حکومت اسلامی را به عنوان رژیمی که شهروندان مخالف خود را با شکنجه علیه خود به اعتراف وامی دارد و در نهایت اعدام می کند یاد شده است. این بیانیه در جزئیات و توجه خود به ماهیت جنایتکارانه رژیم اسلامی پس از سالیان طولانی شدید و لحن‌ترین بیانیه است که علیه سرکوب و نقض حقوق بشر در حکومت اسلامی توسط کشورهای مختلف و به ویژه دولت‌های اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئد، بلژیک، پرتغال، نروژ، دانمارک و غیره صادر شده است. گو اینکه چنین اقدامی در تاباندن نور به تاریک خانه جنایات رژیم اسلامی مفید است، اما میباید یادآور شد که اروپا با وجود ادای حمایت از حقوق بشر پیش از این به دفعات نقض شدید حقوق بشر در حکومت اسلامی را نادیده گرفته است. مورد کشتار وحشیانه 1500 نفر در خیابان‌های ایران در آبان ماه گذشته یکی از نمونه‌های بارز چشم‌پوشی اروپا از سرکوب و کشتار رژیم اسلامی است. واقعیت تلخ آن است که کشورهای قدرتمند اروپایی همواره منافع و مناسبات اقتصادی خود با حکومت اسلامی را به حمایت به موقع از رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ترجیح دادند. مبنای تئوری سیاسی خود در مقابل حکومت اسلامی را بر تغییرات گام به گام از سوی یک جناح اصلاح طلب نهادند. به ویژه پس از ورود محمد خاتمی به عرصه سیاست، توهم دامن زدن اصلاح طلبی در رژیم اسلامی برای اروپا افزایش یافت. در برابر دولت رفسنجانی که ترورهای زیادی را در اروپا به اجرا گذاشته بود، اروپا خود را موظف دید پس از آن با تشویق سیاسی و دادن جوایز در عرصه‌های هنری و فرهنگی و صلح‌خواهی، توهم رفرم در حکومت اسلامی را به عنوان یک برگ پیروزی در مقابل آمریکا بازی کند و چشم خود را نسبت به ادامه سرکوب و اعدام‌های بیشمار رژیم ببندد. همه این موارد در واقعیت خود بر پایه اشتباهات محاسباتی اروپا نبود، بر اساس منافع قدرت‌های اروپایی بود، چرا که نتیجه این سیاست تأمین کننده شعارهای حقوق بشر دوستی اروپا نگردید و رژیم اسلامی در همه زمینه‌ها نقض حقوق بشر را بیشتر کرد. به طور مثال حکومت اسلامی چندین خیزش عمومی و سراسری مردم ایران را به شدت با کشتار و دستگیری و شکنجه و اعتراف‌های تلویزیونی و اعدام‌های هرچه بیشتر اثبات کرد و جنایات خود را به تعدادی از کشورهای خاورمیانه هم گسترش داد. اما اروپا هیچگاه به طور محکم و ثابت در برابر رژیم نایستاد.
همه موارد هم در سطح کلان نقض حقوق بشر اتفاق افتاد، اما کشورهای مهم اروپایی که خود را لااقل در شعار نسبت به حقوق بشر مسئول می‌دانند، حاضر به موضع‌گیری سفت و سخت در حد کاهش روابط با تهران هم نشدند. اما چرا حالا اروپا با صدور بیانیه به فکر فشار به رژیم افتاده است؟ اعدام سراسیمه و ناگهانی نوید و ده ها نمونه مهم از سرکوب حقوق بشر در ایران فرصت مناسبی برای اروپا گردید تا با پوشش حقوق بشر هدف سیاسی تازه ای را دنبال کند. این هدف سیاسی را در واقع امر اوضاع داخلی رژیم اسلامی به اروپا تفهیم کرده است که این حکومت دوامی چندانی نخواهد داشت. حکومتی که در همه این سالیان شهروندان خود را کشته و اعدام کرده تا از جهان امتیاز بگیرد. آیا چنین حکومتی عجیب و ضد انسانی در جهان سابقه داشته است؟ این چیزیست که اروپا می دانست، اما حالا نمی خواهد روی نظامی بی آینده سرمایه گذاری کند. بینندگان گرامی، متشکریم که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. امیدواریم که این برنامه را پسندیده باشید. اگر این برنامه را پسندیدید یا برنامه‌های دیگر ما را میپسندید، لطفاً دکمه لایک و فالو را فراموش نکنید تا از آخرین برنامه‌های ایران شهر آگاه شوید. منتظر برنامه‌های بعدی ما باشید و تا برنامه بعدی، بدرود.